واو، نور، دوربین، صدا، کیوان، همه چی اینجا باشه. میخوام امروز راجع به کواندو راپیتا اینستاسی صحبت کنیم از برند فیلیپو سورچینلی. نگم یکی از خارق‌العاده ترین، یکی از متفاوت ترین و حیرت آورترین عطرای اینسنسی که این اواخر تست کردم. بریم تا انتهای ویدیو یه بررسی کامل از این عطر داشته باشیم. بچه ها خوش اومدیم به یوتیوب سمور. من متاسفانه خیلی دیر عطرای فیلیپو سورچینلی رو تست کردم و باشون آشنا شدم. دلیل اصلیش اینه که اونطوری که شما تو ایران دسترسی به برندهای نیش دارین، من متاسفانه ندارم. خیلی باید براش زحمت بکشم. و اما میتونم بگم برای عطرای فیلیپو سورچینلی ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است، یعنی هر وقت تستش کنی پر از هیجانه. و اگه یادتون باشه توی بررسی عطرای اینسنس که اینجا گذاشتم، همین چند وقت پیش، فکر کنم یه چند هفته پیش پستش کردم، فیلیپو سورچینلی کواندو راپیتا اینستاسی شماره یک بود و اونجا در تعریف برند کوم د گارسون و فیلیپو سورچینلی گفتم اگر میخواین دنبال عطرای اینسنسی بگردین، این دوتا برند رو حتما باید تست کنین، چون کارنامه‌شون پر از عطرای اینسنسه، یعنی بخور، همون چیزی که بهش میگه اود سوز، اود میسوزونین، دود میکنه، اود اینسنس. اما کواندو راپیتا این استاسی یه چیز عجیب غریبیه، متفاوت از بقیه اینسنس هاست. من قبلنم بهتون گفتم محوریت اصلی این عطر رو روایه اسپایسی تعیین میکنم. بذاریم به نوتاش یه نگاهی بندازیم. توی تاپ نوت اینسنس یا بخور، لیلی آف د ولی یا گل برف و چوب سدروس رو داریم و توی میدل نوت یعنی قسمت میانی کلوز یا میخک و هلو رو داریم و توی قسمت پایانی دوباره بخور، فر بالزام، فر در واقع یه جور سوزنی برگه که فکر میکنم نراد باید معنیش کنیم، و لبدنوم که ترجیح میدم ترجمهش نکنم، همون لبدنوم بمونه، پچولی، وتیور، تونکا بین یا دانه تونکا یا کومارین بهتر اینجا نام ببریم و وانیل. رایحه این عطر شروعش مثل سیلیه تو گوش آدم، یه خورده متفاوته. معمولا روایح اینسنسی با یه بوی دودی مانند شروع میکنن که آدمو میگیره به خودش، واو این بوی دود چقدر جذاب و فلان اینا، معمولا این کارو میکنن. معمولا از سمق کندور، مور یا نمیدونم المی رزین اینا رو به کار میبرن، یا یک سری عناصر دیگه مثل عود فلان اینا. ولی خب اینجا یه خورده قضیه فرق میکنه. اینسنسش در واقع رایحه دودیش تو شروع فضای گس، یه کوچولو زخم و فلزی داره و همونجا یه لحظه نگرتون میداره، میگه که او او وایسا، اگه اینو میتونی اوکی بدی و اگه میتونی با این رایحه کنار بیای، ادامش هم مال توه، چون ادامش واقعا عجیب غریب تر از شروعشه. شروع کواندو راپیتا اینستاسی مثل سیلیه توی صورت، همونجا بهتون یه علامت استوب نشون میده و میخواد ببینه میتونین هندل کنین این رایحه رو یا نه، چون این رایحه بسیار متفاوته. تصادم بسیار مهیبی از دو قطب کاملا متضاد اون وسط شکل میگیره. از یک طرف فضای معصومانه گل برف که رایحه خیلی دلیکیت، نازک، ظریف، بهاری و سبز و همچین میشه گفت خنکی داره، و از طرف دیگه رایحه میخک با حالت وحشی، خیلی اوور ماسکولین، خیلی در واقع اینسنس مانند و خیلی ادویه‌ای و پیاز مانند، شبیه بوی عرق بدن یا همچین حالتی داره، و این دوتا وقتی به هم دیگه میخورن، بوم، یک تصادم واقعا عجیبی رخ میده. فضایی که به وجود میاد یک رایحه فلزی، کاملا فلزی و مینرال، کمی دودی، بیشتر از اون دودی بودن، بسیار تیز و برنده و لبه داره که توش کاملا میتونین اینسنس رو حس کنین. یک رایحه بسیار پرخاشگر و میتونم بگم جسورانه، که این گرگیه که توی قفسه، حمله نمیکنه بهتون ولی اون حضورش حس ناامنی بهتون میده. تنها عطری که میتونم واقعا بگم لایقشه که الان مثال بزنم برای اینقدر دوز قدرتمند و جسورانه از میخک، سرج نواغ از برند سرج لوتانز. این عطر یکی از ادویه ترین عطرای میخکه و یکی از عجیب ترین عطرای برند سرج لوتانزه که هر کسی نمیتونه این عطر رو بزنه. به قول دوستم مصطفی که فکر کنم توی بررسی خود همین عطرم گفته بود که این عطر رو وقتی بزنین
یا تو خیابون چک میخورین یا میپرن بغلتون بوستون میکنن. اینجوری لاور هیته. کواندو راپیتا این استاسی هم رایحه میخک رو به همین حالت جسورانه به نمایش میذاره. چیزی که من از این عد خوشم میاد اونطوریه که این عد روی پوست بازی میکنه، همچنان تا انتها تا آخرین نفس رایحه میخک رو با خودش میکشه، اما شما کمی بعد از شروع، یعنی تقریبا یه رو 20 دقیقه بعد از شروع، یک رایحه خیلی دلچسب، یه جوری خیلی میوهی و عجیب غریب حس میکنین که هلوه. هلوه خیلی جوسی و آبداریه. خیلی عجیبه که شما وسط جنگ یه دفعه هلو بخواییم بخورین. واقعا اون رایحه میوهش، یعنی جنگ جهانی دوم خشن و پر از استرسه، ولی وسطش یه دفعه به یک شعفی میرسه، به یک آرامشی میرسه، به یک انگار که به یه اکستازی رسیده، انگار که مثلا نمیدونم یه ماده مخدری زده یه دفعه ول کرده، شل شده بدنش، که همه اینا روی بستر خیلی نرم اما پرقدرت شبق میشینه که باز فضای دودی و فضای اسپایسی میخک همراهیش میکنه، که اونجا عناصری مثل لابدانون، بالزانفر و نمیدونم پچولی و اینا همه اونجا حضور دارن، یعنی اون فضای شروع رو وصل کرده به فضای چوبی انتها. رایحش رو با هم دیگه یه مروری بکنیم. خیلی متالیک، پانچ، قدرتمند و ادویه‌ای توی شروع. حالت ادویه‌ای شبیه هیچ کدوم از عطرهای ادویه‌ای که شما میشناسین شاید نباشه. چون میخک اساساً به نظر من شبیه ادویه نیست، شبیه بوی بدن انسانه، شبیه بوی پیازه، یه جور عجیب غریبیه. و این فضای فلزی و متالیک به یک بستر نرم و پلزنت و دوست داشتنیه هلو میرسه و نهایتا روی یک بیس شبخ میشینه، یعنی در نهایت این از شما رو یه خورده از فضای اینسنس ور میداره، میبره تو طول تاریخ، یه خورده عقبتر رو میبره تو عطرهای کلاسیک. یه شباهت هایی بین این عطر و عطر اوپیوم از برند ایف سن لورن که یکی از مطرح ترین عطرهای زنونه تاریخه وجود داره، اما یه سری جانور عجیب غریب دیوانه آوردن همونجوری رأی دادن به این عطر توی فرگرانتیکا که شبیه فلان عطر، فلان عطر، فلان عطر. بذاریم با همدیگه نگاهی بکنیم. اینجا رو نگاه کنین، من به اون عطرهایی که میشناختم و میدونم شبیه کواندو راپیتا این استاسی نیستن رأی منفی دادم. ببینین، اوپیوم کلاسیک، اوپیوم جدید، یوت دو از برند استی لودر، این ستا هیچ ربطی به کواندو راپیتا این استاسی ندارن. یعنی کسایی که اینا رو رأی دادن، این 15 نفر، 9 نفر و 31 نفری که اینجا اینا رو رأی دادن، کاملا نشون میده که 5 دقیقه اینت رو تست کردن، گفتن بریم فرگرانتیکا رأی بدیم. ات رو حداقل باید 3-4 بار تست کنی تا بتونی اونجا رأی بدی. این کار رو نکنین. کواندو راپیتا این استاسی برای من انگار بیشتر از یک عطر ساده است، بیشتر از یک رایحه است. انگار این عطر طوری ساخته شده که شما وقتی اینو میپوشین یا میزنین، انگار که یه اثر هنری رو با خودتون دارین حمل میکنین. انگار یک عطر نیست برای اینکه بزنین تا یک رایحه‌ای داشته باشین. پر از احساسه، خیلی غنیه و واقعا 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 قشنگ کار کرده. غنای احساسی عطر بسیار خوب رسونده. اساسا کانسپتش هم از یک اثر هنری، از یک اپرا، از قسمتی از یک اپرا گرفته شده که توش کاراکتر این اپرا لوچیا لامرمور در واقع دچار دیوانگی میشه، که بازی بی‌نظیر اون اپرا هم با ماریا کالاس در واقع جاودانه شد و اساساً اون ربا یا اون در واقع شنل بگیم، چادر بگیم، اون چیزی که روی شیشه این عطر کشیدن و توی تصویر دارین میبینینش، در واقع لباسیه که ماریا کالاس سر همون اجرا در واقع پوشیده بود. دقیقا این همون لباس رو آوردن سر اون کردن و واقعا عالیه. ببینید، من خیلی طرفدار کانسپت و فلان اینا نیستم، حتی اکثر مواردم میگم به شیشه هم اهمیت ندین، به پکیج هم اهمیت ندین، خود رایه است که حرف اصلی رو میزنه. سر این حرفم هم همیشه هستم، ولی خب بعضی مثالهای نقض وجود داره، یکیش کواندو راپیتا این استاسیه. از نظر فصل عطریه که به درد فصل سرد میخوره، نه فصل گرم. اون فضای متالیک و فرش شروع گولتون نزنه. به نظر من بهتره یه همچین عطری با این دوز ادویه‌ای و نیمه دودی توی
فصول سرد استفاده بشه. از نظر استایل من خیلی نمیتونم کمکتون بکنم و نمیخوام کمکتون بکنم. عطریه که خودتون باید کش کنید. به نظر من این عطریه که هر شخص باید خودش تجربه کنه و تجربیات خودش رو بتونه کش کنه در ارتباط با این عطر. اما یه چیز خیلی مهم رو میخوام راجبش بهتون بگم که تو ویدئوی عطرهای اینسنس هم بهتون یه اشاره‌ای کرده بودم. این عطر برخلاف اکثریت عطرهای اینسنس که تا به حال تو عمرم تست کردم، بیشتر طرف زنونه میره تا مردونه. مرسی که از ابتدا تا اینجای ویدیو با من بودین. خیلی ممنون میشم برای حمایت کانال سمور دکمه سابسکرایب رو بزنین، لایک و کامنت یادتون نره. مخصوصا اگر عطرهای فلیپو سورچینلی رو تست کردین، خیلی خوشحال میشم که توی کامنت برای من از تجربیاتتون بگین. کات.